کوثر میخواستم بمونم، ولی صفورا و مائده تو خونه تنها. اشکالی نداره آبجی، خودم حواسم هست. تو هم از مادر شوهرت اجازه بگیر بعد بمون، آخه تو خونه تنهاست. بعدم به ازهر بگو سر وقت برسونتت. من خودم اجازه گرفتم. آخه چه اجازه ای؟ اینجا انگار حالا حالا ها باید موند. یه چیزی بهت بگم افضل، تو الان عصبانی هستی، لج کردی. اگر مادر به فکر بچه هاش نیست، بابا هم همینه. تو هم که عادت داری همش بری منت کشیش، چی میشه امروزم برای بچه هات بری؟ تقصیر تو نیست، من از کوله در رفتم. برای چی سعی نمی کنی درستم کنی؟ برخورد فیزیکی؟ می خوای منو بزنی؟ ممکنه کتکم بزنم. امکان نداره، تو نمی تونی منو بزنی. جدی؟ بیا اسد، اول غذا تو بخور. نمی خوام، با مامانم می خورم. اسد غذا تو بخور. با مامانم میخورم. این از جلوی چشمم بره. گوسن جان خانده داشت. بچه ها رو حاضر کن، میریم دنبال زنده داشت. ای بابا خدایا، حالا مگه من از قصد از رو تخت برش داشتم پرتش کردم زمین؟ زمین خورد دیگه. همه چی رو بهتون گفتم، هر کی جای من بودم همین کارو میکرد. یعنی اینقدر دختر تو دوست داری؟ من دختر کسی نیستم؟ ولی نه خیر، دختر ایشون از گوشت و خونم و بچه های بقیه یه تیکه چوبن، اصلا برای من ارزش قائل نیست. پرتم کن، کتکم بزن، خلاص، هر کاری دوست داری. زن داداش چرا یه طوری حرف میزنی انگار هنو فقط دختر خان داداشمه؟ برای شما هم هست دیگه. تو یکی ساکت خانم نصیحه، اگه مال من بود اینطوری میشو داره؟ این صاحب اصلیشه، حالا برای چی اومدی؟ ازش بپرسین دیگه. من چی باید بگم؟ آره چرا از من دفاع کنی؟ دفاع اون کسی رو بکن که داره بهت نونتو میده. کم دریوری بگو ترلان. دیدین این آدم چه خصبونش درازه؟ الان تازه یادش افتاده که ترلان مادره. وقتی از خونه بیرونم کردی مادر نبودم. من با این آدم هیچ جا نمیرم، بهش بگی از خونه بیرون نرم، تو خونم یه دونه تفریح نداشته باشم. آره میدونم چقدر محدودیت داری ترلان، میدونم. مادر بچه های کوچیک حتی وقت غذا خوردن نداره، فقط فکر خوشگذرونی. بفرما بچه رو بغلش کن، داره گریه میکنه. مگه نشنیدی چی میگم؟ بچه گرسنه است، بغلش کن ببینم شیرش بده. باباش بهش بده. ترلان ترسیده بودم. تو هم فکر میکنی تقصیر داداش افضله؟ نه الان فکر نمیکنم، اگه یه وقت سر منم بیاد اون وقت چی کار کنم؟ تمندا یادت باشه هیچ وقت نباید تو زندگی برای تصمیم گرفتن عجله کرد. من از هر رو ناراحتش کردم. خب حرفت ناراحت کننده بود دیگه. پس تو بهش بگو. نه خیر،
الان هر حرفی داری باید خودت بهش بگی. زن و شوهر برای صحبت نیازی به شخص سوم ندارن. حرفای گنده میزنی. هم گنده هم درست. پسر الان میام. خب چرا یه کاری نمی کنی؟ فردا بعد مدرسه بیا پیشم، با هم بشینیم فکر کنیم یه راه حلی برای یه مشکل پیدا کنیم. خیلی خوب باشه. خوبه. بریم تلم. باشه، خداحافظ. کی بهت گفته که من قراره باهات بیام؟ فکر کردی اینقدر ساده است؟ بچه تو قبول کردم کافی نیست؟ بگیرش. تلا، این چه طرز حرف زدنه آخه؟ جیسے آسمان زمین سے جدا، جیسے